با درود به بینندگان و شنوندگان برنامه سیمای کنگره. تسلیتی دوباره میگم به هموطنانمون در درون کشور. تسلیت میگم به همه ایرانیان در هر کجایی که هستند. تسلیت میگم به ایران که تعداد زیادی از فرزندان دلیر و مبارزش رو در راه رهایی از دست داد. تسلیت ویژه داریم و همدردی و همدلی با خانواده هایی که در این چند روز داغدار فقدان عزیزانشون بودند. یا بهتره بگم عزیزانمون. بینندگان و شنوندگان گرامی، به دلیل وقایع اخیر و اعتراضات گسترده هممیهنانمون در درون مرز، هفته گذشته برنامه روال عادی خودش رو نداشت و جلسات متعدد، برنامه ریزی برای امداد رسانی، نشست های امنیتی متعدد، برنامه ریزی برای تظاهرات و پشتیبانی از اعتراضات درون کشور، ارسال نامه های اعتراضی به مجامع و سازمان های بین المللی و ده ها مورد دیگه موجب شد تا روند برنامه عادی سیمای کنگره متوقف بشه و همه ما نیز در خارج از کشور در نگرانی برای هموطنانمون در داخل کشور بودیم. در این میان کنگره با پشتیبانی سازمان های هما مراسم اعتراضی در کشورها و شهرهای مختلفی رو برنامه ریزی و اجرا کرد. این برنامه ها همچنان نیز ادامه داره. با هم بخشی از این مراسم رو میبینیم. My pleasure. Would you like something? Democracy for Iran! جمهوری جمهوری اسلامی قبل از اینکه بیرونشون کنن از اینجا فرار کنن. مرگ بر مزدور جمهوری اسلامی! مرگ بر مزدور جمهوری اسلامی! تنبید حزب الله! تنبید حزب الله! تنبید خامنه ای! تنبید خامنه ای! بینندگان و شنوندگان گرامی، همونطور که قبلا هم گفتم این مراسم اعتراضی کماکان در اروپا و آمریکا ادامه داره و ما اطمینان میدیم و همینجا دوباره با هموطنانمون پیمان میبندیم که تا هنگامی که شما ایستاده اید ما هم در کنار شما میستیم و صدای شما رو به گوش جهان میرسونیم. فردا جمعه 8 آذر سازمان‌های هما برنامه تظاهراتی رو در شهر ونکوور کانادا برگزار می‌کنند در مقابل خبرگزاری سی تی وی که فراخوان اون رو در صفحه مشاهده می‌کنید. به این وسیله از هموطنانمون در ونکوور کانادا دعوت می‌کنیم تا در این مراسم که در ساعت 1:30 بعد از ظهر برگزار میشه شرکت کنند. بینندگان و شنوندگان گرامی، طبق اخبار رسیده سازمان‌های اطلاعاتی حکومت جمهوری اسلامی به نیروهای خودشون در خارج از کشور دستور دادن تا با برپایی مراسمی مشابه تحت نام‌های همدردی با مردم ایران یا رعایت حقوق بشر یا به نام انسانیت و از این دست تیترها تلاش کنند تا تجمعات ایرانیان خارج کشور رو به انحراف بکشونند و تحرکات مردمی رو که در جهت براندازی نظام با شور و اشتیاق برای دفاع و پشتیبانی از هموطنانشون در تجمعات شرکت میکنن رو به اضمحلال بکشونن. شاخصهای اصلی این تجمعات که مستقیم مربوط به رژیم میشه، یکی استفاده نکردن از پرچم شیر و خورشید هست و دیگر اینکه با هر نوع شعاری در جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی و سران اون به ویژه رهبرشون علی خامنه ای مخالفت میشه. یکی از سازمان‌های هما
با صدور بیانیه‌ای با اشاره به این موضوع از مردم خواست تا تنها در تجمعاتی شرکت کنند که سازمانی شناخته شده با یک کارنامه مشخص و شفاف برگزار کننده اون باشه. و دیگه این که به دو شاخصه محدودیت برای شعار و پرچم توجه کنند. یکی از اعضای کنگره از درون کشور پیامی فرستادند که میشنویم. با درود به شما و یکی که همیهنان دربندم. پس از چند دهه پراکندگی احزاب مختلف در قالب اپوزیسیون، سال گذشته با خبر شدیم که افراد متخصص و میهن پرست از احزاب گوناگون گرد هم آمده و اعلام شد با طرح و برنامه هدفمند برای سرنگونی کنترل شده جمهوری اسلامی و سپری کردن با آرامش در دوره گذار با کمک هم میهنان درون مرز آماده اند. ما که تمام فساد و چپاول و جنایت رژیم را در درون مرز با گوشت و پوست و استخوانمان حس می کنیم، امید را در دل زنده کرده و امیدوار شدیم که پس از 40 سال تلاش رژیم برای تفرقه انداختن بین گروه ها و ادامه حکومت، سرانجام پیروزی از آن ماست. از این رو هر روز امیدوارتر از قبل پیگیر کنگره رهایی ایران هستیم برای کارهای عملی. اعلام دولت در تبعید و فرمان حرکت دادن از یک تریبون و بدون پراکندگی. البته دیدیم که گروه های همسو را هم تشکیل دادن که خوب است، ولی هنوز مورد روشنی که این امید را در دل ما مردم درون مرز زنده نگه دارن ندیدیم و امیدواریم که همانند دیگر احزاب و گروه ها که فقط حرف زدن نباشد، چرا که به قدر کافی سرخورده شدیم و تا نابودی میهن چیزی نمانده. با سپاس و پاینده ایران، جاوید شاهزاده رضا پهلوی. ملت غیور و شجاع ایران بار دیگر شاهد خروش حق طلبانه و آزادی خواهانه دریر زنان و مردان ایرانی در جای جای میهن هستیم. شوربختانه تعداد زیادی از فرزندان برومند ایران در راه آزادی کشور به دست نیروهای سرکوبگر رژیم کشته شدند. قلب ما و همدردی ما با یکایک خانواده هایی که در جریان این اعتراضات به حق عزیزان و فرزندان خود را از دست دادند همراه است و غم آنان را از صمیم قلب درک می کنیم و برایشان صبر، آرامش و پیروزی آرزو می کنیم و بیشک نام و یاد این فرزندان برومند ایران زمین همیشه با ما خواهد بود و تا رسیدن به آزادی و نابودی رژیم خونخوار جمهوری اسلامی راه آنان را ادامه خواهیم داد. ما در هما، همگرای ملی ایرانیان، دوشادوش هم‌میهنان دلیر و قهرمان خود با تمام امکانات موجود ایستاده ایم و کماکان به مبارزه مسالمت آمیز با حق انکار ناپذیر دفاع از خود معتقد و باورمندیم. توصیه اکید هما به بدنه نیروهای سرکوبگر که هنوز مهر ایران و ایرانی را در دل دارند این است که به صفوف متحد و یک پارچه مردم بپیوندند و از اسلحه خود جهت دفاع از جان، مال و ناموس ایرانی استفاده کنند و دستان خود را به خون هم‌میهنان آلوده نکنند و تا دیر نشده به آغوش ملت بازگردند. از هم‌میهنان شجاع و مبارز خود نیز می‌خواهیم که با هوشیاری مراقب عوامل نفوذی در تجمعات خود باشند و از دادن هر نوع شعار مذهبی جداً خودداری نمایند. عوامل اطلاعاتی در صدد آن هستند تا هدف این اعتراضات گسترده را به حاشیه رانده و دلیل اصلی این اعتراضات را افزایش بهای بنزین نشان دهند و نه مخالفت با اصل نظام. پاینده ایران، زنده باد مردم دلیر ایران. هما، همگرایی ملی ایرانیان.
خب بینندگان و شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه میدیم با ادامه معرفی پروژه صد روز نخست که آقای دکتر ایمان فروتن به تشریح اون میپردازند. یادآوری میکنم که در دو جلسه گذشته آقای فروتن به مقدمه و توضیح درباره پروژه صد روز نخست و فصل امنیت پس از فروپاشی پرداختند و این هفته صحبتاشون رو ادامه میدن. آقای دکتر فروتن، خوش آمدید به برنامه و خواهش میکنم فصل دوم برنامه صد روز نخست رو برای بینندگان و شنوندگان ما توضیح بدید. با درود خدمت همه هم‌میهنان عزیزم و به خصوص هم‌میهنان دربند درون مرز. قبل از هر چیز اجازه میخوام که تسلیت خودم رو به تک تک خانواده هایی که در این چند هفته اخیر شهید داشتن و جوانان و عزیزان خودشون رو در راه مبارزه برای آزادی کشورمون از دست دادن تسلیت بگم. و بسیار سپاسگزارم از عزیزان درون مرز و همچنین برون مرز که هر جوری که تونستن و میتونن همیاری های لازم و پشتیبانی های لازم رو از این عزیزان درون مرز دارن انجام میدن. همونطوری که در دو برنامه گذشته پروژه صد روز نخست رو راجبش صحبت کردیم، در هفته‌های گذشته در رابطه با بخش قوانین و همچنین امنیت کشور صحبت کردیم که از بخش‌های پروژه صد روز نخست هستند که حائز اهمیت بسیار می‌باشند. بحث امروز ما در رابطه با بانک‌ها و موارد مالی هست. همونطوری که در نشست‌های قبلی خدمتتون عرض کردم، این پروسه علمی و تحقیقاتی هر کدوم از این بخشا به چهار قسمت تقسیم میشه. اول اینکه هدف از این بخش چه هست، چه موضوعاتی در ارجحیت قرار دارن که باید بهشون رسیدگی بشه توسط دولت موقت در صد روز نخست، و همچنین چه نوع اطلاعاتی باید جمع‌آوری بشه برای اینکه ما بتونیم برسیم به مرحله اجرایی و پیشنهاداتی که پروژه صد روز نخست داره برای دولت موقت. در رابطه با بانک‌ها و موارد مالی، هدف اصلی این است که ایجاد محیطی مناسب در کشور پس از فروپاشی رژیم که فعالیت‌های مالی و معاملات بانکی کشور به طور معمول و بدون وقفه بتونه ادامه پیدا بکنه. از جمله موضوعاتی که باید مورد توجه قرار بگیرند بدون هیچ نوع ارجحیتی اینها هستند: بانک ها مسلماً باید باز باشن و بچه نقد کافی داشته باشن برای پرداخت به صاحبان سپرده های موجودشون. بانک ها باید تحت نظارت یک واحد مرکزی باشن و سپرده های مقامات دولتی، صاحبان منصبان جمهوری اسلامی و اشخاص وابسته به آنها باید مسدود بشن و چگونگی اون مسدود کردن. اعتبارات اعطا شده باید مورد بررسی قرار گیرن، در صورت لزوم اون تعداد از وام ها و اعتباراتی که ضمانت بازپرداخت کافی ندارن باید سریعا مورد بازبینی و بررسی قرار بگیرن. درخواست های جدید برای تامین اعتبارات مالی باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرن تا اینکه اطمینان کافی باشه که وجود بدیه هست، ضامن معتبر هست و کافی بودن برای صدور اعتبار، اینها همه باید تایید و بررسی بشن. حساب‌های مالی که اعتبار داره اعتبار بالا هستن و سقف بالا، اونا باید مورد بررسی سریع قرار بگیرن تا میزان اعتبار به طور قانونی یا تایید بشه یا تغییر پیدا بکنه. اعتبارات جدید پس از تایید شرایط لازم برای تأمین احتیاجات مالی چه منفردین، اشخاص حقیقی و حقوقی وقت اعطا بشن. نقد و انتقالات پولی که با دستورالعمل‌های دولت موقت در تعارض ممکنه باشن باید فوری متوقف بشن و بررسی بشن. عدم انتقال وجوه زیاد به خارج از کشور بدون تایید مقامات دولتی دولت موقت، و همچنین جلوگیری از واریز درآمدهای شرکت‌ها و کارخانجات دولتی و یا نیمه دولتی به حساب مدیران رژیم جمهوری اسلامی که می‌دونیم بسیاری از این مسائل در داخل کشور اتفاق افتاده و می‌افته. اطلاعاتی که باید جمع بشن در این رابطه
که یک مقدار شما در طول چند ماه گذشته داریم ولی اطلاعات بیشتری لازم داریم، این استش که در وهله اول به طور کلی باید شناسایی بشه شرایط فعلی ثبات مالی مؤسسات بانکی و وضع مالی کشور. باید مشخص بشه که با تغییر رژیم کدوم بانک ها میتونن باز بمونن، کدوم ها باید بسته بشن، کدوم یکی از این بانک ها ورشکسته شدن، کدوم ها میتونن به خدمات خودشون ادامه بدن، کدوم بانک ها شاید لازم باشه شعباتشون با هم اقدام بشن و این شامل بانک مرکزی هم میشه در رابطه با بررسی کامل. تمام بانک هایی که خصوصی و یا نیمه خصوصی هستن باید صاحبان اصلی و سهامدارانشون از همکنون شناسایی بشن. بررسی تعهدات بانک مرکزی و به بانک های خصوصی، برای اینکه همجور که میدونیم بسیار پارتی بازی بوده و هر روزی نیست که حالا خود جمهوری اسلامی چه در مجلسشون و به خاطر رقابت های سیاسی که هست همه از همدیگه دارن میگن و میبینیم که چقدر دزدی ها راندخاری ها و رشوه دادن و رشوه گرفتن در این سالهای گذشته، در 40 سال گذشته، ولی خب به خصوص در چند دهه گذشته انجام گرفته و اونا همه باید بررسی بشن. وقتی که ما این اطلاعات رو داشته باشیم بر اساس ارجحیت هایی که داریم که در بخش های دیگر راجبش صحبت کردیم و خواهیم کرد و اینها رو در بخش بودجه کشور قرار بدیم، اون موقع است که ما میرسیم به این مراحل اجرایی که چگونه چه قدم هایی باید فوری برداشته بشن برای اجرای این پیشنهادات توسط دولت موقت در صد روز نخست پس از فروپاشی جمهوری اسلامی. در وهله اول تمام انتقالات پولی بجز برای خرید مواد غذایی و خرید مواد اولیه محدود بشن. تمام حساب های بانکی مرتبط با بنیادها، سازمان های مذهبی، مساجد، امامزاده ها، اوقاف، تمام حسابایی که میبینیم که در شهرها هست و مراکز دینی که هر کدوم از این آخوندها برای خودشون یه مرکزی درست کردن و وام ها و پول های بسیار زیادی هر سال گرفته و میگیرن، همه اینها به همه حساب بانکی که توسط رژیم تأسیس شده و مرتبط هست با این واحدها و سازمانها که بهش اشاره کردم، اینها باید فوری مسدود بشن تا بررسی کافی انجام بشه که کدوم ها میتونن ادامه بدن به کارشون فقط و فقط برای رفاه مردم ایران و رفاه بازرگانان و مسائل بانکی و مالی کشور. همه حساب های بانکی مرتبط با کارگزاران رژیم مسلماً باید مسدود بشن. حساب های بانکی شرکت های تحت کنترل جمهوری اسلامی و یا اعضای خانواده آنها مسدود بشن. برای اجرای این پیشبینی ها و این بخش پروژه در رابطه مالی مانند تمام بخش های دیگر نیاز هست که از همکنون ما در رابطه با تعداد نیرو و متخصصین مورد نیاز که بتونن این کارها رو در اولین فرصت انجام بدن که وضع اقتصادی کشور راکت نشه و اون عزیزان و هممیهنان و کمپانی ها و سازمان هایی که واقعا با شرافت کار کردن و مایلن به کارشون ادامه بدن برای اینکه ضربه محکمی بهشون نخوره، اینا همه باید که به اندازه کافی متخصص داشته باشیم و کسانی که این مسئولیت ها رو بتونن به عهده بگیرن. و در نهایت هر زمان که شما باید نیروهای متخصص دعوت بکنید و یا استخدام بکنید، بودجه لازم دارید، بودجه مورد نیاز برای اجرای این کارها. از تمام شما عزیزانی که هر جای دنیا هستید، از عزیزان و به خصوص همیهنان عزیز که در داخل کشور هستند، در بانک ها کار میکنن، در بانک مرکزی کار میکنن، اطلاعاتی دارن، اگر تازگی از ایران خارج شدید، در خارج از کشور هستید، اطلاعاتی دارید و یا تماس هایی دارید با کسانی که در درون مرسنوز هستند و در رابطه دارن با رژیم که این اطلاعات رو میتونن به شما برسونن و شما به ما برسونین، دعوت میکنیم که از طریق ایمیل sadrooz@iranlc.org sadrooz@iranlc.org با ما تماس بگیرید، میتونید اطلاعاتتون رو بفرستید محرمانه. به هیچ وجه لازم نیست که در درون مرز
خودتون رو شناسایی بکنید و با نام حقیقی با ما تماس بگیرید. لازمه که اطلاعات رو بفرستید و ما در صورت لزوم با شما تماس خواهیم گرفت و نوع ارتباط امن رو به شما خواهیم گفت که چگونه بتونیم که این اطلاعات رو دقیق‌تر و راحت‌تر از شما دریافت کنیم. بسیار سپاسگزارم. بدرود تا برنامه دیگر در برنامه‌های آینده در رابطه با پروژه 100 روز نخست برای مدیریت دوران گذار پس از فروپاشی جمهوری اسلامی. همکاری و عضویت شما در کنگره رهایی ایران یعنی مسئولیت پذیری و دوری از بی‌تفاوتی، تغییر در کیفیت مبارزات، شتاب بخشی به آزادی کشورمان و میراثی برای آینده فرزندان ایران است. همکاری و کمک‌های کوچک شما نتیجه بزرگ خواهد داشت. هر یک از ما در برابر کشور و مردم خود مسئولی. کنگره رهایی ایران. بینندگان و شنوندگان گرامی، همکارانم در گروه تولیدات ویدیو کلیپی رو آماده کردند که با هم می‌بینیم. اهریمنان هزاران در شهر سربداران، جان از تن و تن از جان گویا خبر ندارد. در شام شوم شیون ای عاشقان میهن، شمعی مباد روشن پروانه پر ندارد. مادر به سوگ بنشست، دختر به خاک پیوست، رفت آشیانه از دست، بابا پسر ندارد. در پشت کهن بازار، کفدار پیر بیدار، این ملک خفته انگار مرغ سحر ندارد. دشمن نشسته بر در، میهن شکسته پیکر، کورش مخواب دیگر ایران پدر ندارد. کورش مخواب دیگر ایران پدر ندارد. با سپاس از شاعر خوب کشورمون آقای مسعود آذر. در هفته‌ای که گذشت سازمانی دیگر به هما پیوست، سازمانی که در سال 1345 توسط شاهدخت اشرف پهلوی در جهت بهبود و ارتقای سطح دانش فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بانوان ایران تأسیس شد و پس از شورش 57 تا کنون به دنبال حقوق لگدمال شده زنان ایران توسط رژیم اشغالگر کشورمون بود. سازمان زنان ایران. در هفته آینده سعی می‌کنیم تا با مسئولین این سازمان مصاحبه‌ای رو داشته باشیم. بینندگان و شنوندگان گرامی، نوبت برنامه نگاه دوم رسید، با ما باشید. نصر به رعب، یعنی پیروزی از طریق ترس، یک استراتژی بنیادی در نظام جمهوری اسلامی که حاکمان بر ایران مدعی هستند از فرامین قرآن گرفته شده و همواره در سوره های انفال و آل عمران و احزاب هم این عبارت با کار برده شده و این توجیه اعمال خلاف و غیر انسانی مانند شکنجه، توهین، تخریب، ترور شخصیت و از این دست اعمال اونهاست که به منظور ترسوندن اونها و اصلاح و تواب نمودن اونها در زیر لوای نصب رعب هست. صرف نظر از اینکه این یک تعبیر صرفا توجیهی برای اعمال غیر انسانی حکومت هست و پرداختن اون و بررسی دقیق آیات قرآن در این برنامه ممکن نیست و دوران پیروزی از طریق ترس برای جامعه ایران به سر اومده، ما در این برنامه تصمیم گرفتیم تا یک برنامه ویژه بتونیم مردم رو با حقوق فردی و اجتماعی خودشون آشنا کنیم و نشون بدیم که حاکمان در ایران هم موظف به رعایت اون حقوق هستند و به صرف اینکه با توجیهات مذهبی این قوانین رو سرکوب میکنن، به زودی باید پاسخگو باشن و همانند حمید نوری، معروف به حمید عباسی، که در سوئد دستگیر شد، در مقابل دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه خواهند شد.
در این بخش از برنامه دعوت کردیم از خانم شیرین یادگاری، فعال سیاسی و حقوق بشر که در سازمان ملل نیز همکاری می‌کنند. خانم یادگاری خوش اومدید و ممنون از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. درود گرم خدمت شما بانوی گرامی و تمام مخاطبین سیمای کنگره رهایی و هموطنان عزیز خودم که این روزها دغدغه آزادی کشور رو دارن تا در امن‌ترین شرایط موجود کشور رو از خطرات احتمالی پیش رو نجات بدن. به واقع اون چی رو که ما بخوایم راجع به سازمان‌های بین‌المللی و کارکرد و عملکردهای اونها صحبت بکنیم ساعت‌ها وقت می‌بره، ولی ممنون از اینکه این مطالب رو مطرح کردید و اجازه دادید با من که اطلاعات خودم رو با هم‌میهنانم به اشتراک بذارم و اونها رو با حقوق خودشون در رابطه با کارکردهای سازمان‌های تخصصی که چگونه بر چه اساسی و با چه شرایطی در کشورهای مختلف بر اساس مناطق مختلف جغرافیایی در واقع جایگزین شدن تا استانداردهای مطلوبی رو که به عنوان استانداردهای جهانی و مقیاسهای جهانی هست در کشورهای مختلف برای افراد خانواده بشر که زیر چتر سازمان ملل متحد تعریف شدن اجرایی بکنن. سازمان‌های تخصصی برای کودکان و نوجوانان، برای زنان، برای جلوگیری از قاچاق انسانی، برای مبارزه با مواد مخدر، برای سازمان‌های تخصصی بین‌المللی کار و سازمان جهانی بهداشت و تمام سازمان‌هایی که برای آزادی، امنیت و برقراری عدالت اجتماعی در حد کمال مطلوب دارن تلاش میکنن و واقعا قابل ستایش و تقدیر هست که چطور داوطلبانه و چطور بیریا این مطالب رو با دیگران به اشتراک میذارن. ولی اون چرا که احساس میکنم به ضرورت الان با توجه به شرایط بحرانی کشور که هم میهنان ما با اون روبرو هستن بهتره که روش تمرکز بکنیم و صحبت بکنیم. آشنایی هموطنان من هست با حقوق خودشون و آشنایی با شورای تخصصی حقوق بشر هست که در واقع این شورا چگونه تشکیل شده، چه نقشی داره، چه اهدافی رو دنبال میکنه و چطور میتونیم به عنوان یک ابزار بین المللی ازش کمک بگیریم و حقوق خودمون رو مطالبه بکنیم. به دلیل اینکه میدونیم متاسفانه جمهوری اسلامی خصومت آشکاری رو با هویت ایرانی شروع کرده و این مربوط به این روزهای اخیر نیست، مربوط به 40 دهه یا 40 سال هست که خصومت آشکاری رو در نفی هویت ملی ما میکنه و هویت و ملیت ما رو تهدید کرده و در واقع هیچ کدوم از معیارهایی که دغدغه اعتبار و کردیت دادن به هویت ملی رو باشه انجام نداده و بر طبق موازین حقوقی یک کشور که در واقع ملیت ایرانی باشه رفتار نکرده و هویت ما رو به خطر انداخته و این جزء یکی از مصادیق بارزی هست که ما میتونیم به اون تکیه بکنیم و در واقع افراد رو آشنا بکنیم به حقوق خودشون که به عنوان شاکیان حقیقی این موضوع پرونده های متعددی رو در کمیته های مختلف شورای حقوق بشر باز بکنیم و بیش از بیش و بیشتر از گذشته چهره جمهوری اسلامی رو نشون بدیم و در واقع بگیم که مردم ما از این وضعیت بسیار ناراضی هستند و در تلاش هستند که با صلح از جمهوری اسلامی عبور بکنند و در نهایت از سازمان ملل متحد بخوایم که در واقع نظارت بکنه از جمهوری، از نظارت بکنه از کمیته های تخصصی که برای عبور از جمهوری اسلامی تشکیل خواهند شد که در واقع این سیف ترین و امن ترین روشی هست که من میتونم پیشنهاد بکنم. دوستان، شورای حقوق بشر سال 1966 تشکیل شد و در واقع کشورهایی تابعیت این میثاق بین المللی رو
پذیرفتند و ایران هم جزو یکی از اون موردها بود و این کشورها موظف هستند که حقوق ذاتی افراد اون کشور رو که در تابعیت اونها هستند حقوق یکسان و برابر عدالت اجتماعی آزادی و امنیت رو برای افراد اون کشور فراهم بکنن و کمال مطلوب آزادی و استاندارد واژه آزادی برای شورای حقوق بشر رهایی از ترس و فقر هست. دقیقا همون دو واژه‌ای که جمهوری اسلامی سالهای سال هدف گرفته و با استراتژی النصر به رب، یک استراتژی عربی که طبق ایدئولوژی خودش شروع کرده، مردم عزیزمون رو به ترس انداخته و در واقع در شرایط نامطلوبی قرار داده و اونها رو در یک فشار اقتصادی، روحی و روانی غیر مطلوب و غیر قابل تصوری قرار داده که نمیتونن اعتراض بکنن، با کوچکترین اعتراضی دستگیر میشن، شکنجه میشن، با سناریوهای مختلف کشته میشن و از بین میرن و نمیتونن اعتراض بکنن و در واقع عزیزان این خانواده ها رو در تحت فشار قرار میده که اجازه ندارید اطلاع رسانی بکنین و در واقع بسیاری از فعالیت های خشونت آمیزی که نه تنها شرایط اصلی رو برای مردم پروواید نکرده، فراهم نکرده، بلکه خصومت آشکاری رو با هویت و ملیت ما آغاز کرده و امنیت ما رو تهدید کرده و در واقع یکی از بندهای شورای حقوق بشر هست که به شکایت افراد علیه کشورهایی که این شرایط رو برشون تأمین نمی کنن در واقع رسیدگی می کنه و به صراحت میگه کشورهایی که عضو پیمان میثاق بین المللی شورای حقوق بشر هستند، اگر نتونن این رو برای مردمانی که تحت تابعیتشون هستن فراهم بکنن، افراد اون ملت، افراد اون کشور با بر طبق هویت خودشون میتونن اعتراض بکنن و ما الان به صراحت میتونیم بگیم که هر یک از عزیزان ایرانی میتونه یک پرونده‌ای رو تشکیل بده به عنوان یک شخصیت حقیقی نه حقوقی و خوشبختانه اخبار بسیار مسرت بخشی این روزها شنیدیم و متوجه شدیم که تلاش دوستان حقوقدان ما جناب آقای دکتر موسوی و عزیزان دیگه جناب آقای مصداقی به نتیجه رسید و یکی از اعضای هیئت مرگ دستگیر شدند و حالا فارغ از این که نتیجه این موضوع چه خواهد بود، ولی چهره جمهوری اسلامی بیش از پیش آشکار شده که مردم ما بسیار با درایت بلند شدن و مطالبه حقوق خودشون رو میکنن و خودشون آزادانه، آگاهانه با ابزار بین المللی حقوق بشر آشنا شدن و به تدریج این پرونده ها جلو خواهد رفت و مطمئن باشید که به سرانجام خواهد رسید و از همینجا فکر میکنم باید یک پیغامی بدم به تمام مسئولین و وزرای جمهوری اسلامی که خصومتتون رو با هویت ایرانی تموم بکنید و اشتباهتون رو بپذیرین و از حکومت اسلامی جدا بشین، چون به تدریج این پرونده ها که تشکیل بشه هر کدوم از شما ها مسئول خواهید بود، مسئول شرایط اسفباری که مردم ما رو قرار دادین خواهید بود و هیچ عذری قابل قبول نیست. و پیام دیگه من به سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هست. درسته که شما مثل همیشه گزارش آخر حقوق بشر رو که بر اساس درخواست کانادا تشکیل شده نپذیرفتید، ولی در واقع نمیتونید مستندات زندهی که وجود داره، تمام مستندات زندهی که در کشورهای مختلف حاضر هستن و میتونن شهادت بدن رو از بین ببریم. این مستندات همه بر علیه جمهوری اسلامی صحبت میکنن، همه از شرایط نامطلوبی دارن میگن که طبق استانداردهای بین المللی شما رفتار نکردید و در واقع
ترویج اون احترامی رو که شایستش بودن انجام ندادید و برخلاف اون هویت اونها رو نفی کردید و کاملا سرمایه های کشور رو در واقع فراری دادید از کشور و باعث به هم ریختگی کیفیت زندگی مردم شدید و آسیب های روحی و روانی دیگه ای که در واقع به تک تک دوستان، خانواده ها و عزیزان در طی این 4 دهه در واقع روا کردید. بنابراین الان زمانی هستش که شما میتونید از جمهوری اسلامی فاصله بگیرید و بگید اشتباه کردید و با شهامت اشتباهتون رو بپذیرید، به کمیته‌های بین المللی حقوقدانانی که در این زمینه کار میکنند بپیوندید و کمک کنید که موارد دیگه آشکار بشه و مردم به سلامت از این مرحله عبور بکنن. امیدوارم که این مقدمه توضیحات مختصر کمک بکنه تا هم میهنان من با یک سری شرایط آشنا بشن تا به تدریج اونها رو با حقوق خودشون در سازمان‌های تخصصی سازمان ملل آشنا بکنیم و اینکه چطور میتونیم این شرایط رفاهی رو در استانداردهای مطلوب رو در کشور عزیزمون ارتقا بدیم. ایامتون به کام و بدرود. هممیهن گرامی، کنگره رهایی ایران با هدف سازماندهی و تشکل نیروهای مبارز و آزادیخواه برای سرنگونی نظام اشغالگر اسلامی تشکیل و برای این منظور با بهره‌گیری از ساختاری متناسب برای دوران سرنگونی و مدیریت بحران و با همکاری نیروهای متخصص و آزادیخواه می‌کوشد تا به سرنگونی نظام پوسیده جمهوری اسلامی سرعت بخشیده و در جهت گذار از آن در حالی که امنیت مردم و کشور تأمین گردد گام بردارد. در این راه نیازمند کمک و همکاری کلیه نیروهای مترقی و آزادیخواه که دل در گرو میهن دارند می باشیم. با پیوستن و همکاری با کنگره رهایی ایران به آزادی کشور و ملتمان یاری رسانیم. کنگره رهایی ایران. بینندگان و شنوندگان گرامی، همکاران من در گروه تکنولوژی صفحه ویژه برای ارتباط با مردم در تلگرام راه اندازی کردند با نام آوای شما که در تصویر مشاهده می کنید. شما می توانید از این طریق پیام های خودتون رو برای ما بفرستید، ما هم اونها رو در سیمای کنگره پخش می کنیم. خب در اینجا برنامه این هفته به پایان می رسه. امیدواریم در هفته پیش رو شاهد عقب نشینی ها و سرشکستگی های بیشتری در نظام ننگین جمهوری اسلامی و موفقیت و پیروزی برای ملت قهرمان خودمون باشیم. تا دیداری دیگر، خرد یارتان. رسید وقت جنگ، کتابت سپر کن، قلم را تفنگ، چوکابه به سرگیر، درفش کیان، بهاران رسید به فصل خزان، به جای مصیبت، به جای عذاب، بزن قبل شادی به هر کوی و جا، بکش خط با دل به روی سکوت، که از هر سفره رو بخشید بود، رو بخشید بود. کنون وقت جنبیدن و حرکت
است، شهامی دانش جویان ملت است. گره کن به مشت و به لب اعتراض، به جور و به ظلم و به دولت به تاز. بگیر پرچم شیر و خورشید به سر، بزن ریشه ارتجاع معتبر. شو ایران مباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن.